و میشو آره یعنی هم تجهیزش از اونجا میگیره هم سرویسش به اینجا میده. کاری که معاونت عملیات سایبری میکنه با کاری که معاونت فنی مهندسی میکنه هست. یعنی مثلا معاونت ضد جاسوسی اداره کل عملیات سایبریش، معاونت عملیات سایبری اداره کل ضد جاسوسی کارش چیه؟ کارش اینه که مثلا تمام خطوط هواپیمایی خارجی رو هک میکنه، تمام هتل های مثلا ترکیه، سازمان UN، HRC، سازمان ملل، اداره مهاجرت کشورهای اطراف، نمیدونم دیگه، خدمت تل سیستم اپراتورهای تلفن همراه اطراف، چون اونا که بهشون سرویس نمیدن، سرویس اطلاعاتی که به صورت غیرقانونی دسترسی میگیرن، ابزارات جاسوسیشون از چین و روسیه، از FSB روسیه و چین میگیرن و یه بخشم خودشون مینویسن. من ببین کل ابزارات وزارت دست منه، رو هاردم دارم، نرم افزارهاشون همه رو. بعد مثلا میخواد ببینن که مانیتور میکنن که چه تعداد آدم رفتن تردد داشتن به ترکیه با چه پروازایی، این آدما ترکیه رفتن پاسپورتاشون رو عوض کردن با چه پروازایی، با چه پاسپورتایی رفتن کشور دیگه. خب یا مثلا دوربین هایی که دور سفارت های آمریکا، اسرائیل و انگلیس در تمام کشورهایی که ایران سفارت داره، اولویت هم با کشورهای دورمونه مثل ترکیه، عراق، افغانستان، امارات، خونه هایی خریدن، حالا سپاه هم این کار کرده، اطلاعات سپاه مجزا خونه خریدن، مانیتور گذاشتن، تیم تعمیم و تعقیب مراقبت گذاشتن، دم سفارت رو تو کافی شاپ نشسته داره فیلم برداری عکاسی میکنه، ورود و خروج ها رو به درهای سفارت آمریکا، سفارت اسرائیل مانیتور میکنن با دوربینای قوی. داشته کی میره تو، کی میاد بیرون، ایرانی میره تو یا نمیاد، میاد بیرون. دیگه به عرض بکنم که بیمارستان ها، نیروگاه ها، اینا رو هک میکنن. بعد لابلای این دیتا ها وقتی که لازمه رو کیسی سوار بشن، سرچ میکنن ببینن که خب بله مثلا آقای علیرضا ساسانیان با هواپیمایی ترکیش ایر به مقصد مالزی تاریخ فلان با شماره پرواز فلان رفته، اونجا رفته تو هتل کورن پرنسس، این رجیستریشنش از این ساعت تا این ساعت اونجا بوده، اگر بخوان رو سوارشن اون موقع ممکنه دوربینای هتل رو بزنن، اون موقع ممکنه نفر بفرستن دنبالت تو اتاقت بذارن. میدونی چی میگم؟ کار معاونت عملیات سایبری اداره کل زد اینه، در حالی که معاونت فنی مهندسی کارش کلانه، تجهیزات شنوده، بی تو پروژه فراسازمانی آماد، تو سپند، سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی، مرد رباتی رو درست کردم برای رفتن تو لوله های نفت، همزمانی که تو قرارگاه بودم من هم توی سپند بودم هم توی شرکت پنها هلیکوپتر سازی بودم. تو پنها قرارگاه رفتیم نقشه های ساخت هلیکوپترهای بل و رابینسون رو هک کردیم، رفتیم شرکت پنها، قرار شد که با هم همکاری هم، چون منم هوش مصنوعی خونده بودم و رباتیک و اینها، از تشکیلات پنها استفاده کنیم هلیکوپتر بسازیم، که 6 فروند هلیکوپتر درست کردیم، هلیکوپتر 6 نفره، تک نفره، دو نفره، حالا عکسش برات همه رو فیلم و ویدیو میفرستم تو همین مستنده. یکی هم تو سپند یک رباتی درست کردیم که تو لوله های نفت و گاز و پتروشیمی و چاهای عمیق میرفت، چاهای عمیق، چاهای بمب 400 متر بود که این کپسولای انفجاری پروژه 3 معروف بود که پروژه انفجار بود، برای من پروژه میدان معروف بود، کپسولای درست میکردن، کلاهک رو توش میذاشتن که اورانیوم توش و غیره، ول میکردن میرفت تو عمق 400 متری نزدیک کرمان و سمنان انفجار میشد، میرفت اونجا منفجر میشد. بعد که منفجر انفجار انجام میشد، قبل از انفجار ما این ربات‌ها رو میفرستیم تو این چاهه، بررسی میکردیم، فیلم برداری میکردیم، مثل کار میکردیم، میومد بالا. بعد با لرزه نگاری، حتی اسم دکتراش هم اینا رو من میدونم که دانشگاه امریکایی کیا بودن، موقعیت دقیق چاهای انفجاری رو میدونم که الان همین الان پرتو دارن. بعد با لرزه نگاری میفهمیدیم که مثلا چند کیلوتون، مثلا 10 کیلوتون مثلا یا 2 کیلوتون قدرت انفجاری بوده که اون زیر بوده، قدرت انفجار اتمی که اون زیر بوده رو متوجه میشدیم که چقدر هست و موفقیت آمیز بوده یا نبوده، و حتی نشون به اون نشون که تو پرونده همین مازیار ابراهیمی و اینکه اینا رو مجبور کردن اقرار کنن که ما
ترور کردیم دانشمنده هسته‌ای، و دلیل این بود که بچه های آقای شهریاری، آقای علی محمدی و حالا یه نفر دیگه اعضای اصلی پروژه آماد بودن که بعد از اینکه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کردیم و جزئیاتش مشخص شد، قرار بر این شد که اینا دانش فنیشون رو تو همون بازه داشتن انتقال میدادن، ولی کسی نمیدونست که دیگه ما سلاحو داریم. متوجه شدید اینجا؟ اینا رو کشتن، یعنی کلا اینا رو خود وزارت اطلاعات، معاونت حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات اینا رو کشت. چجوری کشت؟ حالا جزئیاتش هم به توضیح میدم. اینا رو که کشت، اینا رو مجبور کرد که اعتراف بکنن که اونا رو ما کشتیم که همه چی دیگه درست باشه. خب جزئیات پروندش، اگر سپاه ورود نکرده بود لو میرفت. فهمیدی چی شد؟ که بعدن هم دفتر آقا به سپاه گفت دیگه پیگیری نکن، به اینا هم گفت شما دیگه شکایت نکنید و رضایت بدید. به همشون، از همشون رضایت نامه گرفته شد و به همشون آزاد شدن. یعنی حالا داستان این که اینا هم کشتن این بود که یه جایی بود به نام مؤسسه تحقیقات، انستیتوت تحقیقات نوین. انستیتوت تحقیقات نوین جایی بود که کارهای تحقیقات پلوتونیوم تو اونجا انجام میشد و حدود 60 نفر آلودگی پلوتونیومی پیدا کردن که به همشون توی بازه زمانی مثلا 60 روزه 50 روزه مردن و کشته شدن. یعنی پوستای بدناشون آب شده بود، یه وضعی نور که بهشون میخورد جیغ میزدن. بعد اینا هم پرونده هاشون هستا. خب حتی من الان پرونده احمد رضا جلالی رو دارم، تو زه چیزی رو تو هیچ جا تو ندیدی که نظام بیاد تایید کنه که فعالیت نظامی هسته‌ای داشته، درسته؟ آره. در پرونده احمد رضا جلالی وزارت اطلاعات رسما گزارش کاملی داده که برای پروژه آماد مراکز انفجاری کار میکردن، برای ساخت سلاح هسته‌ای تمام این بچه‌هایی که تو مؤسسه انستیتوت تحقیقات نوین بودن کشته شدن لیستشون. یعنی گزارشی که سازمان پزشکی نوآوری دفاعی به وزارت میده که این احمد رضا جلالی چه اطلاعاتی رو لو داده، عیناً توی پرونده منعکس میشه که من کپیشو در اختیار دارم. خب که وزارت اطلاعات تایید کرده که بر روی برنامه ساخت 5 کلاهک هسته‌ای در پروژه آماد کار میکردن و اون اطلاعاتی که رو رفته برای اسرائیل درسته و از طریق احمد رضا جلالی بوده. این خیلی مهمه ها. خب و دیگه خدمت هست. حالا این جزئیاتی که من برای توضیح دادم حاشیه کار بود. در باطن کار می‌دیدیم حاج حبیب الله حقیقی که حالا اسمش آقای معطر، رضا معطر، دندان پزشکی می‌خوند، یه مدت معاون حفاظت اطلاعات وزارت بود، الان معاون بررسی ویژه است، یا آقای احمد خزایی معاون ضد جاسوسی قبلی حجت الاسلام احمد خزایی که این گند مازیارینا دست ایشون بود. ببینم یا وزارت مدیر کل ضد ها خودت هم به تیمت فکر نکن تو خارج از کشور باشی دست اون بهتون نمیرسه، مثل آب خوردن گیرتون میاریم. اراده بخوایم بکنیم فردا در خونتونیم. ببینه تو بردار نیست، چه شما بخواید با یه کانال تلگرامی اونو به سخره بگیرید. ببینه اگر به خودتون رحم نمی کنید به خانواده‌هاتون رحم کنید. مثلا جلوتر فیلم هایی که برای چه موقعی هست واقعا اون مکان سعی کنید با تیم اطلاعاتی در نیفتید، این برای خودتون بهتره. طوری نشه که ما مجبور بشیم کاری رو بکنیم که بعدن وقتی بهش فکر میکنیم خودمونم وحشت زده بشیم،
از کاری که با شما ها کردیم. شاید چی میبیشه؟ ما چطور با آدم های خیانتکار برخورد میکنیم؟ ببینی؟ دست بالای دست زیاده. ما مورد داشتیم آقای نیروی بوده، ریزش داشته، خیلی هم پارتیش گلوف بوده، اصطلاحا پاورش خیلی بالا بوده، پاورش رو صفر کردیم، زیرو.